مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، متولد 1345 در کرمانشاه، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی که به عنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، یعنی پرونده فساد در پتروشیمی قرار داره. او اصلی تری شریک متهم ردیف اول این پرونده است. مرجان شیخ الاسلامی در یکی از پرونده‌های خود بیش از 7.4 میلیارد دلار اختلاس کرد. در این کار علی اشرف ریاهی، داماد محمد رضا نعمت‌زاده، به او کمک کرد. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در سال 1345 در کرمانشاه در خانواده از خاندان مذهبی آل آقا به دنیا آمد. خاندان آل آقا خانواده شیعه غیر کرد است که از نوادگان محمد باقر وحید بهبهانی و فرزندش آقا محمد علی بهبهانی، روحانیان شیعه اهل اصفهان تشکیل شده است که در قرن 19 به کرمانشاه آورده شدند. پدر مرجان شیخ الاسلامی آل آقا کمال الدین نام داشت. او با مهدی خلجی که مدتی در لباس روحانیت و ساکن قم بوده ازدواج کرد که هم اکنون روحانیت رو رها کرده و به عنوان کارمند انسیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک از تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت میکنه به شمار میاد. از این جهت که یکی از این زوج، یعنی مهدی خلجی، فعال در تحریم ها علیه ایران و دیگری یعنی مرجان آل آقا فعال در دور زدن تحریم های ایران است و افرادی مرجان شیخ الاسلامی رو کاسب تحریم خواندند، خبر این ازدواج بعد از دادگاه پرونده فساد در پتروشیمی در فضای رسانه فارسی پوشش زیادی داده شد. او در سالهای دهه 80 در روزنامه های اصلاح طلب از جمله صبح امروز و همبستگی به صورت حق التحریر فعالیت داشته و به مدیریت خبرگزاری میراث فرهنگی نیز رسید. او در خبرگزاری میراث فرهنگی از افرادی استفاده کرد که خبرگزاری او را راه اندازی کرده و خیلی زود آن را به یک خبرگزاری خوب و معتبر تبدیل کردند. او همچنین به عنوان مسئول گروه پارلمانی روزنامه اصلاح طلب همبستگی بود. او همچنین عضو انجمن روزنامه نگاران حامی میراث فرهنگی در دهه 80 بود. مرجان آل آقا که مدیر عامل اسبق خبرگزاری میراث فرهنگی بود، در دوران خاتمی خود رو اصلاح طلب نشون میداد و با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به سمت اصولگرایان چرخید. او همزمان توانست در شرکت‌های نفتی هم ورود کرده و طرف عقد قراردادها قرار بگیره. او در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشارکت از تهران نامزد شد، ولی در فهرست جبهه مشارکت قرار نگرفت. این گونه که سابقه مرجان شیخ الاسلامی آل آقا نشان می‌دهد، روابط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به نوعی با نزدیکی به گروه‌های سیاسی مختلف اهداف خود را پیگیری می‌کرد. همزمان به عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به سمت اصولگرایان چرخید و در انتخابات مجلس هشتم مجدداً نامزد شده و این بار در لیست ائتلاف اصولگرایان مستقل تهران قرار گرفت. در سال 1386 آل آقا در لیست انتخاباتی جریان اصولگرایی جمعیت زنان جمهوری اسلامی برای انتخابات مجلس هشتم از تهران قرار گرفته بود. مرجان شیخ الاسلامی در مرداد ماه سال 1396 از ایران به ترکیه فرار کرد و با آنچه از ایران دزدیده بود شرکت‌هایی در ترکیه خرید. او سپس سرمایه و زندگیش را از ترکیه به کانادا منتقل کرد و اکنون همسر مهدی خلجی، کارمند مؤسسه مطالعاتی انسیتو واشنگتن و از حامیان تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. نام او به عنوان متهم در دو پرونده بزرگ فساد مالی در ایران مطرح است. طبق گزارش روزنامه شرق، او همزمان با فعالیت در روزنامه همبستگی وابسته به حزب اصلاح طلب همبستگی با بقایی و احمدی نژاد لابی نفتی می کرده است.
او در سالهای پایانی دهه 80 وارد فعالیت اقتصادی در عرصه نفت و گاز به بهانه دور زدن تحریم‌ها شده و به بهانه دور زدن تحریم‌ها با شرکت سپانی، یعنی یکی از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم الانبیا، وارد معامله گردیده و وجوهی رو برای وارد کردن کالاهای تحریمی برای این شرکت دریافت کرد، اما بدون تحویل دادن کالاها از ایران خارج شده و به کانادا رفت و به فعالیت اقتصادی در آنجا مشغول گردید. در اسفند ماه سال 1397 نیز که پس از 7 سال پرونده یا اتهامات مدیر عامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، نام او به عنوان مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و حترا تجارت در میان فهرست 13 متهم قرار داشت. حال آقا متهم ردیف دوم این پرونده است. او در این دادگاه به مشارکت اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان 318 میلیارد و 637 میلیون و 275 هزار تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو و 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار متهم گردید. در نخستین جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت نحوه قرارداد همکاری میان شرکت پی سی سی و دنیز، شرکت پی سی سی به نمایندگی رضا حمزلو و شرکت دنیز به نمایندگی مرجان شیخ الاسلامی آل آقا معرفی و قرارداد به امضای آنها رسیده است و موضوع قرارداد واریز وجوه و حواله های ارزی ناشی از صادرات کشور به اقصا نقاط دنیا بوده است که اولا در این ماده مشخص نیست چه تضمینی برای واریز مبالغ وجود دارد و اقص تضمین پیش بینی نشده است، در حالی که عدم درج هر گونه تضمین بر اساس قانون قابل توجیه نیست. در این توافق اشکالات و ایرادات دیگری وجود دارد، مبنی بر اینکه در ابتدا شرکت دنیز به عنوان خریدار است که عکس آن این شرکت صرفا فروشنده است و با توجه به اینکه انتقال وجوه ارزی از شرکت پی سی سی شانگهای به شرکت دنیز است هیچ مواردی در قرارداد مشخص نشده است. بر اساس دادستان پرونده مرجان شیخ الاسلامی آل آقا شریک اصلی رضا حمزلو، مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی و متهم ردیف اول است. دادستان پرونده گفت این متهم 659 میلیون و 934 763 یورو ارز منتقل شده از خارج رو به حساب شرکت دنیز ترکیه که متعلق به مرجان شیخ الاسلامی آل آقا شریک اصلی رضا حمزلو واریز و بخشی از اون رو به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و ما بقیه این مبلغ به میزان 347 میلیون و 238 313 یورو رو که منشأ خارجی داشته به داخل منتقل کرده. شیخ الاسلامی آل آقا در مارس 2019 در تماسی که بی بی سی فارسی با او داشت حاضر به انجام مصاحبه نشد و گفت چون پرونده در جریان است حاضر به مصاحبه نیستم. یکی از متهمان تحت تعقیب قرار گرفته در این دادگاه علی اشرف‌ریاهی که بر اساس کیفرخواست دادگاه نقش اساسی در سوء استفاده از پولهای پتروشیمی داشته است. او داماد محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت و مشاور کنونی وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه است. در ششم مرداد ماه سال 1399 اسدالله مسعودی مقام قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامات شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت مرجان شیخ الاسلامی و علی اشرف‌ریاهی داماد محمد رضا نعمت‌زاده دو متهم پرونده نسبت به قضات محکمه اقدامات تهدیدآمیز انجام دادند. او 14 جلسه رسیدگی به این پرونده از این دو متهم خواست که از مزاحمت‌های تلفنی به شعبه خودداری کنند و اموال به تاراج رفته از بیت المال رو برگردانند. قاضی مسعودی همچنین با اشاره به برخی از تخلفات اقتصادی شبکه درگیر پرونده پتروشیمی گفت به برخی از مدیران شرکت‌های وابسته به این افراد در آلمان حقوق‌هایی داده شده است که از حقوق صدر اعظم آلمان بیشتر است. به گفته این قاضی چنین مبالغی در حالی پرداخت شده است که این شرکت 1 ریال خروجی نداشته. او همچنین گفت این افراد در امارات نیست میلیاردها تومان از این پول‌ها رو صرف دعاوی سوری کردند.